دارم. ببین جا اکواریوم خوشگل زیاده. خب عجله نکن، قشنگ همه رو ببین، هر کدوم خاصی برات میخره. ببین اون بری هم خیلی قشنگه آرسو، به نظر من اونم خیلی خوشگله. ماما من از مارمولک رو میخوام. ای وای عزیزم، این که مارمولک نیست، این اسمش سمندره، سمندر لرستان. اینجا چیکار میکنه؟ بیا ببینم قربونت برم. تو رو چرا گذاشتن اینجا آقا؟ خانو 20 تومن شد، دست شما درد نکنه. از صبح تا حالا همش هم بردن، این آخریشه. شانس شما. آقای محترم، این فروشش غیر قانونیه. ماهی نیست که شما میفروشین که. خانو مردم میخوان، ما هم میاریم میفروشیم، چه فرقی به حال ما میکنه؟ این یه حیوان کمیابه، نسلش داره منقرض میشه، مردم میبرن تو خونه هاشون، نمیتونن نگهداری کنن، میمیره. خانم شما مگه وکیل وسیع مردم یا وکیل وسیع این حیوانای؟ خانم شما ماهی تو بخرین، همه ماهی؟ یعنی چی آقا؟ این حیوان باید آزاد باشه، نباید فروخته بشه. آزاد باشه؟ شما پول شما بده، ببر آزادش کن، ببر کبابش کن، ببر بخورش، بریزش دور، بزرگش کن، هر کاری دوست داری بکن. شما 20 تومن بده، دست شما درد نکنه. ولی متاسفم برای این طرز فکر و این صحبت کردنتون. بعدم شما میدونین که این کار شما قاچاق حیوانه، میان در مغازه‌تون رو میبندن اگر تکرار کنین. ها به سلامت. بریم جای دیگه برات آکواریوم میخرم. خودشه، سمندر امپراتور. آره مال لرستان. حیوانک رو مثل ماهی انداختن تو آب، دارن میفروشنش. اگه من نرسیده بودم معلوم نیست چه بلایی سرش میومد. خیلی خوب کاری کردی آوردنش اینجا. حتما ماهی فروشی های دیگه هم از اینا دارن، باید همشون رو جمع آوری کنیم. من یه زنگ بزنم به بچه ها همه هنگ کنم. خفه نشه از آب بیونش آوردین. نه دیگه، اینا دوزیستن. دوزیست میدونی یعنی چی؟ نه. یعنی اینکه دو مرحله زندگی دارن. وقتی بچه‌ن تو آب با آب شش نفس میکشن، وقتی بزرگ میشن با شش نفس میکشن. مثل این بچه قورباغه ها هستن، دیدی؟ وقتی تو آبن با آب ششن، بزرگ میشن بیرونن تو خشکی. آره انا فهمیدم. بی دست بزن. خیلی شبیه مارمولکه. آره شبیه، ولی خب یه ذره فرق میکنه دیگه، مگه نه؟ من که هیچ فرقی نمیدونم آخه، چه فرقی داره؟ مثلا
دست و پای مارمولک ناخون داره ولی این نداره. پوستش پولک. بذار بذاریمش تو آب که بره تو آب. وای چه نازه، میتونم بهش دست بزنم؟ نمیتونی از اونجا که. بذار خودم. میشه بهش غذا بدم؟ نه این خیلی کوچولوئه، این تازه باید شیر بخوره. مراقبش باش عزیزم. چقدر چه کوچولویی. من هماهنگ کردم، گفتم تا اونجایی که میتونن سمندرها رو جمع آوری کنن، باید برگردم به زیستگاهشون. میخوام همشون رو تو طبیعت رها کنم. پس باید بری آزمایششون کنم. آره بله. خب شاید خیلی زیاد باشن. اگه اینقدر که به فکر سمندرها بودین به فکر دکترشون هم بوده خیلی خوب میشه. دست شما آقای دکتر، من باید زنگ دیگه بزنم. از راه دور که نمیتونم بگم، شما فعلا همون تریفلوپرازینتو بخور، مشکل خوابت هم حل میشه. باید بیای اینجا که روانپزشکت بتونه معاینت بکنه عزیزم. خداحافظ. خب فکر میکنم از یه نفر خوشم اومده. واقعا میگی؟ چقدر خوشحالم. این بهترین موفقیته. خیلی خوشحالم که تو اینو گفتی. تو این 3 سال همچین چیزی ازت نشنیده بودم. من باید به خودم تبریک بگم. تو از مرحله بدبینی عبور کردی. خب بگو ببینم این مرد خوشبخت کی هست؟ چه جور آدمیه؟ اصلا به تو چی میگه؟ حرف حسابش چیه؟ همکارمه. آدم آروم و صبور و مهربونیه. دامپزشکه و البته عاشق حیواناست. دامپزشکه؟ ببین خدا نجار نیست ولی در تخته رو بد جوری جور کرده. با این علاقه که تو به حیوانا داری خونتون پر حیوان میشه. خونمون؟ آره دیگه خونتون. ما اصلا حرف جدی با هم نزدیم. یعنی من میفهمم دنبال یه فرصتیه که با من حرف بزنی ولی من بهش اجازه رو نمیدم. چرا؟ خیلی میترسم. یه نفس عمیق بکش عزیزم. سعی کن ریلکس کنی. حالا به من بگو ببینم چه چیزی باعث ترس تو میشه. شاید گذشتم. زجرایی که کشیدم. خوابایی که میبینم، چند شب خواب میبینم میخواد من آرزو رو بکشه. همین آقا؟ نه، شوهر سابقم. راجب اون که خیلی وقت پیش با هم حرف زده بودیم، اون یه بیمار روانی بود، یه شیزوفرنی. همه مردم مثل هم نیستن عزیزم. ولی نمیتونم اعتماد کنم. احساس میکنم همه دروغ میگن. فکر میکنم میخواد به من صدمه بزنه. اصلا این فکرمو دوست ندارم. چیکار باید بکنم؟ حق با توه. ولی به نظر من باید تو حالا که از مرحله بدبینی عبور کردی وارد مرحله اعتماد بشی. اصلا عجله نکن، قدم به قدم جلو میریم، قدم های کودکانه. میدونی تو باید به خودت اجازه بدی که انرژی مثبت وارد وجودت بشه، به خودت، به هستی، به کائنات، به همه چیز عشق بورزی. باید اعتماد کنی، باید وارد این مرحله جدید بشی. با این آقا رفت و آمد کن، معاشرت کن. اگه دیدی مرد تو نیست، اگه دیدی آدم زندگی تو نیست، خب قطع ارتباط میکنی. قرار نیست که تو رو اسیر بکنه ببره به یه سیاره دیگه. موافقی؟ چه خبرته؟ ببینم چرا چکل پاس نکردی؟ من آبرون تو بانده میارم پاس کنم. تو که همیشه کارت به کارت میکردی. خب همیشه کم بودی، دفعه زیاد مریض نداری، پول نداری. آروم باش خانم دکتر. کجاست؟ من همین الان باید خانم دکتر رو ببینم. طلاق میخوام بگیرم. به من رفتی نداره. چک پاس بشه. چکه؟ اگه تو نمیدونی من مراجعه دارم واجده. خانم این چک باید پاس بشه. آقای لقمانیان آبروش میره. خواهش میکنم این چک رو پاس کنی. خیلی خوب ساکت باش. من میگم واسهش کارت به کارت کن. خانم خود دلم میخوام ولی زیاده. 20 میلیونه. 20 میلیونه وقتی پول نداره برای چی چک 20 میلیونی میکشه؟ من چه میدونم چه کلکی باید سوار. خانم چک رو پاس کن. آقا لقمانی آبروش میره. چه خانم جور آقا لقمانیانه بکشه. من کاری رو خیلی خوب. لا 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 من تا ظهر برات پاسش میکنم. قول میدم. قول میدی؟ قول میدم. به من قول دادی؟ به تو قول دادم. مشتجب پنج انگشت میشه یه وجب. من رفتم. خداحافظ. راش کن بره. راش کن بره. نگار جون میبخشین، یه مورد اورژانسی بود، فوری پیش اومده بود، باید حلش میکردم. دیگه مردم نمیدونن آدم مراجعه داره مزاحم میشه. خب عزیزم، داشتی میگفتی؟ چون ما با هم همکاریم، من سالهای زیادیه که دارم رفتاراشو میبینم. هنوز عصبانیتشو ندیدم. بیشتر وقتا تو یه حال بوده.
بعد خیلی آدم شاد و پرنشاطیه خانم دکتر، یعنی زمانایی که اون هست منم احساس زندگی و شاد بودن میکنم. البته خیلی هم آدم نجیب و چشپاکیه، میدونین نگاه های خیلی معصومانه ای داره. فکر میکنم حالا پول از کجا جور کنم؟ چه درد سری درست شد؟ 10 تومن تو حساب بانکیم دارم، 5 تومن تو خونه دارم، 5 تومن دیگر از کجا جور کنم؟ اصلا نمیفهمم چی داره میگه این نگار، هی واس خودش حرف میزنه. خدا لعنتت کنه لقمانیان که جز درد سر برای من نداری. برام به وجود اومده به شما گفتم، فکر میکنم اگه که خوشم اومده. نظر شما چیه خانم دکتر؟ نظر من؟ به نظر من بهتره که وقتی این جلسه رو نگهش داریم، چون که موضوع خیلی مهمه، نمیشه سرسری راجبی صحبت کرد. بذاریم جلسه بعد راجبی صحبت. بله، چشم. من میگم که ببین چطوری یه بیت شعر براش بخونم، متوجهی؟ بگم مثلا شبی ز قد تو سایه افتاد بر دیوار، هنوز عاشق بیچاره رو به دیوار است. یکم سبکوازی نیست؟ تو خودت الان احساس سبکی نمی کنی؟ زشته دیگه. نه اصلا ببین منو نگاه کن، منو نگاه کن، زنگ میزنم بهش میگم که چیزه، از زنگ میزنم راستشو بهش میگم، بهش میگم که الو سلام، خوبی نگار خانم؟ حالا شما چطوره؟ آرزو خوبه؟ من زنگ زدم بگم که بریم سینما، یه فیلم جدید گذاشته، یا اصلا بریم پیتزا فروشی، مثلا پیتزا فروشی شهر کتاب هم خوب بریم آن کتاب بگیریم. نه بریم پیتزا فروشی، آخه میخوام تولدم رو بهم تبریک بگین. بله تولدمه. ممنونم. باش ممنون ممنون. حیوان پیشنهادی من برای این شماره از مجله سمندر امپراتوره که همونطور که میدونین زیستگاهش خوزستان و لرستانه. متاسفانه من شاهد خرید و فروشش توی آکواریوم شدم و یه گروهی رو تشکیل دادم که سمندرها رو از توی آکواریوم جمع‌آوری کنن. باورتون نمیشه در عرض 1 هفته 200 تا سمندر جمع‌آوری شده و البته ما اینا رو به زیستگاهشون برگردوندیم. ولی این تنها کافی نیست. مردم باید اطلاعات بیشتری داشته باشن در مورد حیوانات. به همین خاطر یک پوستر طراحی شده در مورد زندگی سمندرها و این پوستر رو توی تمام آکواریوم فروشی‌ها نصب کردیم که بتونیم این اطلاعات دقیق‌تر رو در اختیار مردم بذاریم. میدونین ما بدون کمک مردم عادی نمیتونیم به هدفمون برسیم. نمیتونیم از منقرض شدن نسل حیوانات خاص جلوگیری کنیم. چون باید اطلاعات داشته باشن. اگر مردم اینو خریداری نکنن توی خونه‌هاشون نبرن از بین نمیره. درسته آقای دکتر؟ چرا سمندر؟ به نظر من یوز خیلی مهمتره. بله. اما من با سمندر موافقم. بله، یوز هم مهمه، ولی در مورد اون کار زیاد شده، مردم اطلاعات دارن. بله. این الان جزء اون دسته از حیواناییه که اطلاعات مردم در موردش کمه. غزلی رو آماده کردم از به به چه شب دلنشینی بشه امشب که با ترنم صدای بانو آرامش میری به خواب. این خواب نیست اسمش، رویاست. چه داد میزنی؟ بانو مگه طوری شده حالا؟ خب سرم شلوغ بود، از صبح گرفتارم، کلی کار دارم. خب نمیدونستم چه یه تاریخش. خوبه؟ حالا هم اتفاقی نیفتاده که من چند روز دیگه میریزم تو حساب. اصلا یه کاری کن، چون 5 میلیون دیگه بریز تو حساب ما که با اون بشه 93 تا. اون 93 تا بشه تو 7 تا دیگه رو 93 تا اضافه کن بشه 100 میلیون. من 100 میلیون رونده من بهتر یادم میمونه. الو بانو دست شما درد نکنم. اوه اوه
یاد اون وقته بخیر رفتی خواستگاری دختر ندادم برم. آره یادش بخیر. 30 بار رفت. خوش به حالت مجرد با. میگم آقا چه اشکالی داشت، من هم یه زن مثل زن شما داشتم، خرجمو میداد، چکامو پاس میکرد، بد نبود نه؟ مساج. چشم آقا. یه مشتم حال درست سال بریم. این روز دیگه تولد پسرمه. هرچی هم به آرامش میگم، پول بهم نمیده. برم واسه این بچه کتو میخرم. حالا هم که بس برم اونجا. میگم آقا. حالا که میخواه بری یک گام سیتر برو، برم چند تا نایزون کمتر بکنم. نمیخواه موسیقی. چشم الو، سلام عزیز خرچه. ببین گوش کن چی بهت میگم. اون واسطه ای هست دمپایی میره از چی؟ آره، چی اسمش؟ هوفان؟ مگه خارجی؟ نه بابا، بذار ایرونی. اه، خودش گذاشته هوفان اسم. هوفان؟ خیلی خوبه، همون هوفانه. بگو بیاد یه سر اینجا کارش دارم من. دیگه دارم برشکست میشه، همه زندگیم رفته رو هوا. به عالم آدم بده کار. خانواده ما 1000 ساله که دوام آوردن. توی قحطی، توی جنگ، توی سیل، توی زلزله. حالا اگه من بمیرم، کلهم نسلمون منقرض میشه. شما چرا یه بچه عد نمی‌کنین؟ مهم داشتن بچه است، چه فرقی میکنه؟ از زمین تا آسمون تفاوت داره خانم دکتر. مشکل من بچه نیست. یعنی اصلا ارتباط خوبی هم با بچه ندارم. غرض فقط حفظ خون اجدادمه. آقا دوره این تعصبات دیگه گذشته. اصالت دوره نداره خانم دکتر، همیشه قیمتیه. ما خاندان اصیلی هستیم. مگه نژاد شما با بقیه فرق داره؟ نکته خانم دکتر، درصد خلوصه که مهمه. ما درصد خلوصمون خیلی بالا هست. به این قیافه من نگاه نکنین خانم دکتر. موی مجهد، قد بلند، چشای مشکی، رنگ پوست گندمی، همه اینا رسیده به یه شتر گاو پلنگی که رو به ته کشیدنه. به هر حال شما باید با این واقعیت کنار بیاین. ما باید شرایط رو همون جوری که هست بپذیریم. به خصوص وقتی که نمیتونیم هیچ تغییری تو شرایط بدیم. شما باید قبول کنین که بچه دار نمیشین. وای عذابم ندیر خانم دکتر. میتونستم با این واقعیت کنار بیام، اینجا چیکار میکردم؟ ما داریم سعی میکنیم که شما این واقعیت رو بپذیرین. همه داریم به همین قضیه کمک میکنیم. اجالتا تا جلسه بعد وقت رو نگه می‌داریم، بعداً بیشتر راجع بهش صحبت می‌کنیم. گفتنش ساده است خانم دکتر. همه مردم اونجوری که هستن بپذیریم. ولی اغلب خودمون و دیگران رو همونجوری که هستن عذاب میدیم. شما بهتره نیمه پر لیوان رو ببینید. نیمه پر لیوان؟ وقتی که توش سم ریختن، بهتره نیمه خالی لیوان رو ببینیم. روز خوش. به سلامت. ماجده. ها بله خانم. این آقا دفعه دیگه که اومد در رو باز بذار. باشه. داستان آقای خیلی ممنون برات تعریف کردم. نه. ببین این تفلک محیطبان بوده، داشته میرفته خونه. آخر شب هم بوده. بعد یه درختی رو میبینه تنش خوابیده، فصل گردو بوده. گفته بذار دو تا گردو بچینیم. از اون برم یه خرسی داشته خسته و هلک هلک میومده. خرس هم میره بالای درخت، همون درختی که این رفته. میره بالا درخت گردو میاد. خرس هم که میدونی گردو رو اینجوری میذارن کف دستشون. شب میذاره. این نزدیک به اون بوده. خیلی کلا بهش داره تعارف میگفته. خیلی ممنون. خرس هم که میفته پایین. هم اون میفته هم خرسه. از اونجا بود آقای خیلی ممنون بهش. بیچاره. با من ازدواج میکنی؟ زن من میشی؟ زن تو؟ این برای تو یه فرصت طلاییه، یه فرصت برای که زندگی تو بسازی. میدونی عزیزم، تو جوونی، زیبایی، تا کی میخوای مثل قوتنها زندگی کنی؟ خودم هم خیلی هیجان دارم، ولی دلم میخواست قبل از اینکه جواب بله رو بدم از یه موضوعی خیالم راحت راحت باشه. چه موضوعی؟ آرزو. آرزو. میدونی که خانم دکتر، من برای آرزو خیلی زحمت کشیدم. همه زندگیم اونه.
البته وقتایی که اون هست آرزو خیلی خوشحاله. خودم فهمیدم که دوستش داره. ولی دلم میخواد شما باهاش صحبت کنین، احساس واقعیشو بفهمین، به من بگین. تو چقدر مادر خوبی هستی. باشه عزیزم، برو صداش کن. من باهاش صحبت میکنم. خیلی ممنون. فقط بهتر خودت تو اتاق نباشی. شاید روش نشه جلوی تو. باشه، چشم. خیلی خوشحالم که شما رو دارم. قربونت برم. عزیزم. ماجد خوب گوش کن چه میگم. نگار الان اومد بیرون. تمام این جلساتی که پول نداده باش حساب میکنی. البته بگو دکتر گفته نمیگیرم، ولی همش رو حساب کن. خدافظ. سلام. آخی عزیزم چقدر خانم شدی، چه بزرگ شدی. یه بوس بده ببینم. آخش، بالاخره خوابید. خب ببینم نظر خانم دکتر راجع به آرزو چی بود؟ میگه آرزو آمادگی روبرو شدن با این مسئله رو داره، اصلا نگرانش نباش. خب دیگه پس بهانه ای نداری، جوابشو بده. آخه هنوز با پدر مادرش صحبت نکرده. آخه چی بگه به خانوادش وقتی تکلیفش هنوز از طرف تو روشن نیست؟ نمیدونم خاله، فکر میکنی چند درصد خانوادش راضی میشن که پسر یکیه دونهشون بیاد با من ازدواج کنه؟ ها؟ قربونت برم، تو هم یکیه دونه ای منی. فکر میکنی نظر دکتر چی باشه؟ اوه، اگه نظر دکترم باشه که من بهترین زنم برای ازدواج با هر مردی. به من میگه نترس، اینا باورهای غلطیه که به ذهنت دادی، همه اینا رو از خودت دور کن، بریز دور. راست میگه دیگه. منم اگر موقعی که ما خدا بیامرز حاج رضا فوت کرد ازدواج کرده بودم، الان تنها نمیموندم. اشتباه کردی، اون موقع بعد ازدواج میکردی، اون همه خواستگار داشتی. منم مثل تو همش فکر کردم مردم چی میگن. هنوزم دیر نشده. نه دیگه، از سن من گذشته. نه خیر، از این حرفا نزن. دمت خالی خوشگل من اینجوری نگو. خب الوس نشو، تو هم میخوای ازدواج کنی بری منو تنها بذاری. باور کن اگه راضی نباشی یا من تا آخر عمر ازدواج نمیکنم. آرزو هم بزرگ میشه، میره سر خونه زندگیش، من تو با هم میمونیم تا آخر اون، هی چای میخوریم، هی کیکا درست میکنی، هی من میخورم. نه قربونت برم، من از خدام تو سر و سامون بگیری بری. ای بابا سر و سامون، حالا نه به داره نه به باره. اسمش هم یادگاره. بذار برای چایی بذار. قربونت. ماما سلام. ای بابا میگم که قطع. ماما نیستی؟ براش میشمانه من. به مامان که نیست و لامپ هم که خاموشه. بیا از اون بالا میاد یه دونه تاکسی، براش میشمارم از یک تا اشرسی. اگه وایس جلوی وای بنده همه چم گیاه خوره. اونجا چیه؟ کیه؟ خب خانم ها آقایون، خیلی خوشحالم که تولد نیمای عزیز من مصادف شده با انترنیش و اینکه مدرک پزشکیشو گرفته. من شما رو همه رو همونطوری که هستین دوست دارم. الا منه همه تون رو دوست دارم. خانم آقایون سلام، خیلی خوش اومدیم به زندگی من، به خونم. من برای امروز خیلی زحمت کشیدم، مقدمات چیدم، چون من بهترین بابای دنیام. بزنم تو برم. هی تبریک بهت میگم. خیلی ممنونم از لطفتون که اومدین، از همه تون ممنونم. من واسه امروز یه شعر قشنگم آماده کردم. دو چشمات منو کشته، نیمای چشم داشته.
خواهش میکنم دست بزنیم. من واقعا افتخار میکنم که پسری مثل نیما دارم که اینقدر با شخصیت، همه چی تمومه، مظلومه، مسئولیت پذیر، آغاز و از همه مهمتر دکتره. من و مامانش به نیما افتخار میکنیم، حتی اگه دکتر نباشه، موفق نباشه، خدایی نکرده دامپزشکم باشه، ما بهش افتخار میکنیم، به افتخار نیما پسرم. دامپزشک خوب اومدی. مبارک باشه آقا نیما. باشه باز. ممنونم. الان کیکو میبرن برات. نیما ببین مامان، اون دختری که داره کیکو تقسیم میکنه موناز، دختر خاله ویدا، تازه از فرانسه برگشته، تحصیل کرده است، ازدواج هم نکرده. اون ببینی چه خوبه. آره دختر خوبیه، موره که مادرش باشه. ها ماجد خانم بفرما شما بفرما، شما باید پولا رو کارت به کارت کنی. بفرما بخور شما بفرما بخور، قوت داشته باشی. به تو بود دوی دنبال چکا آقا تو چند نمیخوری؟ حالا موقع کادوی نیما جانه. کادوی تو 5 تا سکه به آرازدی تولد مبارک. 5 تا سکه 5 تا. آره 5 تا سکه. خیلی ممنون. شرمنده. قابل تو نداره عزیزم. نیم سکه میدادی بس. نه عزیزم، کتابای پزشکی خیلی گرونه، من باید بس تو این کمک. کادوی من، کادوی من. بده به من. بابات خیلی علاقه داره کادوی. دلار تو. بفهمین ببین. کادوی من. چی خریدی؟ چیه؟ شابوفه، جغد شابوفه. جغد خریدی؟ جغده، جغد. چه خنده یه میکنه، ببخشید. افتخار جغد. نه من ببخشید، من این تلفن واجبه، باید برم جواب بدم. با اجازت. با شابوف میرم. بریز اونجا. الو. شابوف. میگم اگه تو بازار اژدهای 7 سالم میفروختن واسه خودنمایی میرفتی میخریدی؟ آره اگه سگ آقای پتیول هم میخواست براش میخریدم. کی میخوای دست از این خودنماییات برداری؟ خودنمایی چیه؟ پسرمه. خودنمایی کار توه. سکه میری پخش میکنی؟ مگه سلاطین شدی؟ مدیحه گوته ها؟ همین که تو فکر میکنی سلاطینه و اینجور چیزا، همین کارایی که من میکنم باعث میشه که آبروی تو نره و چکای بی محلت پاس شه آقا. حالا هرچی، من که ایوون آوردم، مسیر زندگی، تو جنگل همه با همن، اینجا خونه ما همه روبروی همن. بس دیگه. باشه. ایشه تو ببند. آخر ما نفهمیدیم این زن و شوهر با هم قهرن، آشتیان. من نهیدی سر کادو چقدر بحثشون شد. فعلا که نه طلاقی تو مهمه، نه کادوی من. نگاه سور زده برم، تلفن داشته باش. داره با کی حرف میزنه؟ همین. ببین؟ یعنی کی ممکنه باشه؟ نمیدونم. چیز کن دیگه، ما بخرا با هم برم. نیما جان، بیا مامان. بابا، بابا. الان میام، الان میام. بابا. مامان. بابا. مامان. من میام تو بگم. بابا. مامان. بابا. وای اینا امشب اصلا نمیرفتن، این مهمونی تموم نمیشد، منم خسته. اصلا فکر نمیکنه آدم فردا کار داره. خیلی خسته شدیم واقعا، دستتون درد نکنه. اصلا امشب سنگ تموم گذاشتیم. قربون شکلتون برم. پسر گلم تو تنها بچه منی، برای تو نکنم برای کی کار بکنم آخه. ممنونم واقعا ممنونم. کاری نبود، قابل تو رو نداشت. ولی وسط مهمونی یه جوری حال هوا عوض شد. آره حالم گرفته شدی او. واسه چی؟ کادوی بابا دیگه. آها. آخه آدم حیوان که نمیاره کادو بده. اون اصلا دلم سوخون، باید پرواز کنه مال خودش. اینم از کره عجیب غریب بابات دیگه. حالا کجا گذاشتیش؟ گذاشتمش تو حیوان، تو خنکی، تو فردا ببرمش تو دشت و بیابون رهاش کنم بره. آره اون آزادش کن بره، گناه داره بنده خدا. آخه دوستش داری؟ جغدارو؟ آره جغدارو. اونی که به تلفن کرد میگم. ماشاءالله چقدر باهوشین شما. نیما من دکتر روانکاوم. بله. من می‌خواستم به خدا پیش دستی کنم بیام بهتون بگم خودم. خب من الان آمادگیشو دارم، بگو ببینم میشنوم.
الان که اینجا که نمیشه یه فضای دلنشین‌تر بریم با هم حرف بزنیم بعد. کجا دلنشین‌تر از آشپزخونه خونه آدم؟ بگو ببینم. خب الان که دیر وقته، نگاه کن شما نیمه شب گذشته دیگه. آخه وقتی میتونی اونجوری دلوپی بخوری، خب میتونی جواب منم بدی. بگو. باشه. من میخوام آرزوتون رو عملی کنم. درست حرف بزن ببینم. وقت آرزوهای من نیست نیما. وقت آرزوهای توه. بگو ببینم چه آرزویی داری. من چند وقت با یکی آشنا شدم. خیلی هم ازش خوشم اومده. بله، باید حدس میزدم. خب این دختر خانم خوشبخت کیه؟ چه کاره؟ از چند سالشه؟ نه دیگه. خب میدونی چیه؟ یکی اینکه باید از شما اجازه بگیرم به خاطر اینکه ببینینش. بعد اینکه چون من هیچی ازش نگفتم، یعنی از شما به اون اصلا هیچی نگفتم، مثلا دکتری دو این حرف رو، از اونم هیچی به شما نمیگم به خاطر اینکه بریم ببینینش. معلومه عاقل شدی، داری بزرگ میشی، خوشم اومد. حالا کی میبینیمش؟ یه روز بعد از ظهر، مثلا یه به زودی قرار میذارم. به زودی ها؟ چقدر خوشحالم، من خیلی دلم خواست چنین روزی رو ببینم. جونم چقدر خوشگله، اسمش چیه؟ دیزی. عزیزم مریض شده؟ آره یه کوچولو. سلام خانم. سلام، خوش اومدین، بفرمایید. آخه چی شده این حیوان؟ دومش لای تله گیر کرده. ای جونم عزیزم، آخه چجوری آدم ها دلشون میاد موجوده به این خوشگلی رو اذیت کنن؟ اینا دمای خوشگلی دارن، جراحیش کردم موقعی که قطع شده بود، ولی الان یکم موهاش در اومده. آخه دست شما درد نکنه. من از طرف همه آدمایی که تو رضایت کردن ازت عذرخواهی میکنم. من از طرف ایشون از شما تشکر میکنم. میتونید ببینیش. خب یه چیزی که تولدت مبارک. چقدر خوشگله این. نه بابا، همینجوری چیز نیست. بهترین کادو زندگیه. نه، کادو خوبی هم نیست. چرا؟ خیلی خوشگل. کادوی بابا مون. این لحظه نگرد. کادوی بابا چیه؟ کادوی بابا ببین. چیه؟ ببین ایشالا. ببینم چیه؟ اسمش بوبوه. عزیزم چقدر خوشگله. بیا بیرون، بیا بیرون. ای جانم، آخه بابا چرا اینو به تو کادو داده؟ این باید تو طبیعت میشه. ببین چه چشمه خوشگلی داره. چه چشمه خوشگلی داری شما. ببریم آزادش کنیم. تو که نمیخوای اینو نگهش داری که. نه. کی باید اینو آزاد کنی؟ هر وقت صبح. عزیزم با مامانم در مورد صحبت کردم. نه، چرا این کارو کردی؟ کی؟ کی چی؟ کی میخوای ببینیش؟ اصلا اون بیا تو رو ببینه. وای من نمیتونم، واقعا نمیتونم، نگرانم، دلم شور میزنه. چیا؟ تو میتونی مامانش رو ببینی؟ من که نمیتونم. خیلی اصرار داره، میگه میخوام مامانم رو ببینی. خب این که خیلی خوبه، واسه چی ناراحتی؟ نیما هم نظرش همینه. نیما اسمش اینه؟ من اسم نیما رو خیلی دوست دارم. منم دوست دارم. خب برو مادرش رو ببین، تازه میفهمی چه جور آدمیه. نه میترسم. از چی میترسی؟ میترسم مامانشو ببینم زبونم بند بیاد. نه ترس، زبون زنها هیچ وقت بند نمیاد. تازه اصل کار پسر است که خودش تو رو پسندیده. آخه چی؟ یه خورده اعتماد به نفس تو قوی کن عزیز دلم. تو هر چیزی رو که یه مرد آرزوشو داره داری. نجیبی، جوونی، پرشور و پر انرژی هستی، تازه منطقی و باهوش هم هستی. خب میتونه با بهترین دخترها ازدواج کنه. ولی اون تو رو پسندیده عزیز من. خودش پسندیده، نظر مامانش که این نیست. نکنه مامانش فکر کنه من میخوام بچهشو گول بزنم یا بدبختش کنم. این حرفی خاله زنکی رو بذار کنار. الان قرن 21 تفاهم حرف اصلی رو میزنه.
خیلی خوشحالم که شما رو دارم. میدونی خان دکتر، همیشه به من شهامت میدی. تا همین مرحله شم به خاطر شما تونستم پیش برم. عزیز دلم، این همش باورای محدود کننده بوده که خودت به خودت دادی. یه نفس عمیق بکش، همه اینا رو بریز دور. آره عزیزم، همه آدما شکست میخورن، ولی اونایی موفق میشن که بلند میشن و دوباره زندگیشون رو میسازن. تو باید از اون دسته آدما باشی. اگه خودت به خودت روا نداشته باشی، کسی دیگه به تو این حقو نمیده. آره، باید قوی باشم. قوی تر. آره؟ از باباش خیالم راحته. خب، به خاطر اینکه نیما میگه باباش یه آدم راحت و منطقیه که هیچ چیز دنیا نمیتونه ناراحتش کنه. خیلی خوب. احتمالاً باباش با منم مشکل پیدا نمیکنه. باباش چه کار است؟ باباش کارخونه داره. کارخونه داره. کارخونه دمپایی. دمپایی؟ آره، ولی میگه داره ورشکست میشه. ورشکست؟ البته من نمیدونم. فکر میکنم به من اینطوری میگه خانم دکتر. احتمالاً اینطوری میگه که ببینه من چی میگم. منم که اصلا برام فرقی نمیکنه. گفتی اسمش چی بود؟ نیما. نه، فامیلیشو میخوام بدونم. چطور مگه؟ آخه ما یه آشنایی داریم که تو کار دمپاییه، یعنی کارخونه دمپایی داره. بعد این همصنفا همدیگه رو میشناسن طبیعتاً. بله، لقمانیان. نیما لقمانیان. لقمانیان؟ فکرشو بکنین. نگار لقمانیان. خوبه، بهم میاد فامیلیش. آخ، ببخشید یادم رفت سایلنتش کنم. خودشه. خودش کیه؟ نیما. نیما لقمانیا؟ نگاره الو جانم نیما. چی؟ مامان تو ببینم؟ میدونم میدونم، مهم اینه که من تو هم دیگر دوست داریم. چی؟ چی گفتی؟ تنها چیزی که تو این دنیا برام مهمه فقط و فقط خودتی نیگار خانم. باقیش هم کشکه. مامان چی؟ اونم کشکه؟ اون که عاشق کشک خالته. بخوری پاته نخوری پاته. خیلی خوب عزیزم. ببین من یه جایی هستم. آره بعدم بهت زنگ میزنم، کار دارم. وای خانم دکتر، خانم دکتر نمیدونین چقدر خوش سر زبونه. دیدین چقدر ماهه؟ از کجا ببینم؟ پشت تلفن که نمیشه کسی رو دید. البته معلومه دوستت داره، هرچند یه مادر بیشتر بچه‌شو دوست داره، حتی اگه بچه بهش بگه عاشق کشک خالته. نفهمیدم چی میگی، ولی جمله قشنگی بود. کافیه دیگه، جلسه امروز رو تموم میکنیم، میذاریم بقیه‌شو برای جلسه بعدی. آخه چرا؟ بهتره که راجبش فکر کنیم. مسئله اینجوری نیست که به نظر میاد، باید خیلی دقت بهش زمان ببره. ولی من میخواستم ببینم آمادگیشو دارم که با مادرش روبرو بشم یا نه. باید ببینیم مادرش آمادگیشو داره که با تو روبرو بشه یا نه. ماجد جان یه وقت دیگه بهشون بده. خانم دکتر نیما میگه فقط من مهمم، مادرش اصلا براش مهم نیست. الو، الو نیما پسرم، خوبی مامان جون؟ خواستم بگم این چند وقت من خیلی گرفتار بودم، قرار بود توی دختر خانمی رو بیاری با من آشنا کنی. چی؟ جدی نیست؟ خیالم راحت شد نیما. نه بعدا صحبت میکنیم، تو هم لازم نیست عجله کنی، حالا وقت داری. قربونت برم، شب میبینمت. خدافظ. چیه ماجده؟ یه دقیقه آروم و قرار نداره، قرقر زد سرم خورد. خانم دکتر مریض بعدیتون اومده. مریض بعدی کیه؟ همین پسره هست، تصادفیه، یه بره صورتش تو آب ساید بنده خدا. برای من یه لیوان آبقند درست کن بیار، الان نمیتونم ببینم. یه 10 دقیقه دیگه بفرستش تو. خود توی 10 دقیقه من چیکارش کنم قربون سر؟ یه چیزی بهش بگو، بگو نمیدونم، یه چیزی بگو خودت، برو درستش کن. آیا چه گلی به سرم بگیرم؟ کاش تو کلاس بیشتر درس خونده بودم، الان یه کار بهتری داشتم. چی شد درو؟ چه نگاهی میکنه؟ شما اون مجله ها که رو میزه یه نگاهی بکن، خانم دکتر داره با دقت پروندهتون رو مطالعه میکنه. یه 10 دقیقه ای طول میکشه. شما ازدواج کردین؟ به شما ربطی داره؟ یعنی اینکه عروسی کردین شما؟ گفتم به شما ربطی داره؟ امکان داره با کسی مثل من ازدواج کنین؟ ای
اسیر خاکی که نخوای به من پیشنهاد ازدواج بدی؟ از خودت باشه خانم، من از یک خانواده اصیل آریایی هستم. این دیگه کجا پیدا شد؟ خانم دکتر، خانم دکتر قربون سرت پاشا عزیزم، پاشا حالت خوب نی؟ پاشا اینو بخور، طرق اینو بیارش توی پسره. کی؟ بابا همین کج و کله دیگه، پچه را یادت میره آلزایمر گرفتی عزیزم؟ بگو بیاد نترس. بایی میگه نترس نترس، خود ترس داره، مادر مرده شبیه حیولا شده. ای وای توی دقیقه فکر کنم 100 سال پیر شدم. آخ آیا میتونم مشکلاتم رو حل کنم؟ بله، که چه موقع همین الان. بفرمایید. خاله، آرزو. سلام مامان. سلام، سلام. بیا ببین یه مهمون خوشگل آوردم. سلام، خسته نباشی. این دفعه چه مهمونی آوردی؟ چکی جونورا چیه برمیداری میاری خونه؟ بده این چیه؟ آزر این جک جونور مجیزه برداشتی و بردی؟ عزیزم خاله میخوای بغلش کنی؟ چرا که خطرناک‌ترین قسمت دوران جوانی را پشت سر گذاشت. یه بچه‌ای برده بوده خونه‌شون ولی نتونست ازش خوب نگهداری کنه. وای آرزو نمیدونی حیوانکی پاش زخم شده بود، عفونت کرده بود، داشت میمرد. بیا بلندش کن، چقدر خوشگله عزیزم. آروم نترس، از پشتش بگیر. آروم. آخه خاله ببین چقدر خوشگله. خاله ببینش، نمیخوای دست بگیری؟ نه من به این چکی رو بر دست بزنم. ولی عذیت میشه، این نباید تو خونه باشه، جاش تو طبیعت. اما میدیش به من خیلی خوب ازش مراقبت میکنم. نه عزیزم، من اینو خواهم ببرم آزادش کنم. اما تو هر حیوانی که میاری خونه میخوای ببری آزادش کن، حالا این دفعه میشه به من بدی؟ نه قربونت برم نمیشه. مثل میمونه که الان خانم احمدی اینقدر تو رو دوست داره، بیا تو رو از من جدا کنه، از خونه، از پیش خاله ببره پیش خودش. میشه؟ نه تو باید خونه خودت باشی دیگه، اینم باید خونه خودش باشه. خونهش کجاست؟ تو طبیعت. آفرین، باید بره توی طبیعت، بره پیش دوستاش، ما نمیتونیم نگهش داریم که. باریکلا لااقل بذار ببرمش مدرسه برای درس علومم. خود خانمم گفته هر کی یه موضوع انتخاب کنه بیاد در موردش صحبت کنه. ولی بعد خاله‌م اجازه بده، اشکال نداره؟ باش. در مورد درست که میدونی من همه کار برات میکنم، ولی باید یه چیزایی در موردش بدونی که وقتی بچه‌ها ازت میپرسن بتونی بهشون جواب بدی. درسته. اصلا خودم هم باید میام. بچه‌ها کی میدونه این چیه؟ درسته، به خاطر تیغایی که پشتش هست هم بهش جوجه تیغی میگن هم خارپشت. آرزو مراقب باش، ممکن تیغاشو پرتاب کنه. ممکنه کور بشی. این یه باور اشتباهه، جوجه تیغی هیچ وقت تیغشو پرتاب نمیکنه، فقط موقعهایی که بترسه و بخواد از خودش حمایت کنه خودشو گرد میکنه. ببینی؟ بیا 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 عزیزم، اینطوری شکل یه دونه گله تیغی در میاد که حیوانای دیگه نتونن بخورنش. بچه ها دلم میخواد شما هم همه تون مثل آرزو این چیزها رو بدونیم. خداوند هیچ موجود زنده ای رو بدون دلیل و بدون حکمت نمیآفرینه. اینا باید همشون توی طبیعت زندگی کنن، همونطوری که خانم معلم عزیز حتما اینا رو به شماها گفته. بچه ها به خاطر تشکر از آرزو و مادرش براشون دست بزنید. چشماتو وا کن نظر بخوابم، بذار ماه باشم آروم بتابم. منو نشوندی رو بال ابرا، خودت پری اول صبحی داری برای کی چرچم میزنی؟ بیا صبحانتو بخور، خورم سر کار دیرم شده. الو الو صبح مامان خوبم بخیر. صبحت بخیر عزیزم. قربونه شما برم. به 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 ببین چه خیلی گلی. اه؟ بهترین مامان دنیا. نه بابا. آره واقعا خیلی، من مثلا همیشه دلم پیش شماست، خیلی دوستتون دارم. حالا چی شده اول صبحی اینجوری قربون صدقه مادرت میری؟ بیا. چی میگن دنیا دیگه مثل تو نداره رو شنیدی؟ میگن دنیا دیگه مثل تو نداره. چی میخوای نیما؟ راستشو بگو. چیزی نمیخوام، همینجوری یه مقدار پول میخوام. پول؟ برو از تو کشای من بردار. آخه مشکل اینجاست که
پولایی که چه شما کمتر از اون چیزه، یعنی من زیادتر از اون میخوام. چقدر میخوای؟ فهمیدم 750 تومن. چقدر؟ دقیقش 5,750,000 تومنه. میخوای چی بخری؟ پولی نیستش که. یه چیز خوب میخوام بخرم. وای، اگه من نبودم تو بابا چی کار میکردی؟ واسه همینه دیگه میگم دنیا دیگه مثل تو نداره. اونجا نداره نمیتونه بیاره. آخه پسری روز مادره، آخه بر من کدوم آخه موشم. تقدیم با تمام وجود. وای کادو برای چی؟ روزت مبارک. آخه نگاش کن. وای خیلی خوشگله. خوشگله نه؟ قابلتو نمیدونم. خیلی قشنگه. مرسی ممنون. من همیشه از این ساعت ها دوست داشتم. کادوی روز زن. منظورت روز مادره دیگه. خیلی خوشگله نه؟ آره 5,750,000 تومان هم یارزه. نمیدونم ولی خیلی دست و دل بازه. با پول من همیشه به من میگه نگار وقتی که با تو بیرونم خیلی بهم خوش میگذره. غلط میکنه. حالا این شیرینی چیه؟ خب آخه میدونین این مدت که من شما رو نمیدیدم من و نیما با هم دیگه رفتیم صیغه محرمیت خوندیم. چی؟ نه آره. آه چی شد؟ آخ چرا؟ این گردنم گرفت. آخ الهی من رگ گردنم گرفت. برای چی؟ وای خان دکتر نمیدونی نمیدونی تازه دارم میفهمم یه زندگی خوب یعنی چی. خوشبختی، آرامش، من همه اینا رو مدیون شما. خب دیگه نمیخواد به من بگی گفتی چه کار است؟ خانوادهش فکر میکنن داره پزشکی میخونه ولی دامپزشکه. دامپزشکه؟ آره به خاطر مامانش نمیگه آخه رابطه خوبی با مامانش نداره. مگه مامان بدبختش چشه؟ یه زن مستبد، خودخواه، بد اخلاق، مغرور، حرف حرف خودشه. همش فکر میکنه که اینجوری میتونه کنترل خانواده رو تو دست بگیره. ولی فکر نمیکنم مستبد خود را باشه. فکر نمیکنم حرف حرف خودش باشه. خب اینا همش نظر نیماست. نیما غلط میکنه جان. منظورم اینه که فکر غلطی میکنه. میدونی که من طرفدار مادرم. آره میفهمم ولی نگرانم اگه مامانش نیاد خواستگاری. معلومه که نمیاد. اگه با من مخالف باشه چی؟ معلومه که مخالفم. خان دکتر میدونین من الان نمیدونم باید رابطه‌ام اون موقع با نیما قطع کنم یا محکم و استوار جلو مامانش وایسم بگم. چه غلط خان؟ من پسر شما رو دوست دارم. به نظر من اصلا درست نیست اینجوری جلو مامانش بلبل زبونی کنی. یعنی میدونی نگار جون من میخوام کمکت کنم. ببین عزیز دلم خیلی دلم میخواد ولی واقعا در توانم نیست. یعنی که این مسئله یه خورده پیچیده است، هم بحث شرافت کاریه هم همه چیز دیگه. یه خورده به نظرم قاطی شده مسائل. بیا برو پیش یکی از دوستای من که دکتره. آخه من الان تو شرایطی هم که خیلی احتیاج دارم شما باشی. دیگه چه فایده داره محرمیتم خوندی؟ من نمیدونم الان میتونم با خانوادش مواجه بشم یا نه. من نمیدونم که تو میتونی مواجه بشی یا نه. واقعا خودم در شرایطی نیستم که بتونم بفهمم. برو پیش اون دکتر لازمت میشه. میفهمم.
باشه. این شیرینی رو ببر برای من خوب نیست. میدم خانم منشی بخورم. نه برای اونم خوب نیست، ببر. هیچ کدوم نمیخوریم. برو، مریض بعدی داره میاد. مرسی. میخوام که... نه نمیخوام. نگار تو خوبی؟ آره یه مقدار سرم درد گرفته. میتونیم کنسلش کنیم؟ نه نه بذار یه توضیح کوچیک بدم. هرچو راحتی. خب دوستان، شماره آخر مجله در مورد سمندر بود که البته نتیجاش هم دیدیم، موفقیت آمیز بود. اما الان یه مسئله مهم دیگه‌ای که ذهن منو مشغول کرده در مورد دریاچه ارومیه است. دریاچه ارومیه که بزرگترین دریاچه ایران و یکی از زیباترین دریاچه‌های دنیا بوده، بخشی از دریای تتیس. متاسفانه این دریاچه الان دیگه این شکل زیبا رو نداره. پرنده‌های زیادی مثل فلامینگو به اونجا می‌رفتن برای جوجه آوری. فلامینگوها اونجا مهاجرت می‌کردن و حتی گوزن زرد ایرانی که یک گوزن نمونه نادر ایران هستش به جزیره‌های اطراف مثل جزیره اشک برده شده بوده برای اینکه نسلش منقرض نشه. ببینید؟ گوزن زرد ایرانی. متاسفانه در اثر خشک شدن شاهد از بین رفتن گونه‌های مختلف حیات وحش شدیم ما. و جزیره مشت عثمان چیزی ازش باقی نمونده. شنا کردن در این محل ممنوع. واقعا آیا این محل یه دریاچه‌ای باقی مونده؟ تبدیل به یک شوره‌زار شده. آقای دکتر، من الان صحبتم اینه، اگر الان مورد دریاچه ارومیه در اولویت برای ما برای چاپ نباشه، واقعا چه مورد دیگه ای میتونیم داشته باشیم؟ شما که میدونید من همیشه با نظر شما موافقم. خدایا کمکم کن، خدایا کمکم کن، خدا لعنتت نکنه نیما که بدتر از بابات رفتار میکنی. ای وای. خانم دکتر میبخشید. چیه ماجده؟ چرا در نزده وارد میشی؟ ای آقا لقمانی ها تماس گرفتن، گفتن یه جلسه براشون پیش اومده، بعد جلسه میان. مریض بعدیتون هم اومدن. بعدی کیه؟ ای خانومه ها تازه خارج اومده، خیلی پولدار، راننده هم داره، خیلی هم خوشگله ها. نمیدونم ای دیگه چه مرگش میاد اینجا. چه طرز صحبت کردن جان من؟ نه یعنی منظورم اینه که این دیگه مشکلش چیه. راستی خانم دکتر، یه خانومی اومده اگه اجازه بدین. قبل او بگم او بیاد، ایجای گذشته رو سرش والا. همون شلوغه رو بگو بیاد تو. حالا این دمپایه رو نشون بده ببینیم. آقا چایی آوردم. دست شما درد نکنه. به بوی این چی کار داری؟ آقا من میگم بوی گربه مرده میده، دفتر بو گرفته. جمع کن آقا اینا رو، جمع کن. ببین همینه، اگه پول میخوای راش همینه. فردا نه دب به من بکنی بگی چرا بوی گل عطر و گل یاس و نسترن نمیده. عزیز دل من، قربونت برم، فردا شم خونواده من نسل اندر نسل جنس با کیفیت بدن دست من. آشغال ندادن بکن فهمیدی؟ ما حیثیت و شرفت به خاطر پول نمیدیم. این میگه پول میخواد، پول میخواد. اگه پول میخوای راش همینه. پس بیکار بودی منو وحشی آوردی اینجا؟ ما کار زندگی نریم. تو بگو جیگر تجارت ندارم. همین منو وحشی آوردی اینجا که چی؟ که بو میده؟ جمع کن این آشغاله رو، بگی دست بیا. جمع کن آقا. آقا تو این کاره نیستی، جیگرشو نداری، ما رو اشتی آوردی اینجا. آقا بفرما. آقا میگه برو، یعنی برو به سلامت. آقا به سلامت. بله شنوندگان عزیز، از برنامه آرامش با شما صحبت میکنیم. بحث این هفته ما راجع به احساس نارضایتی بود. یکی از دلایل نارضایتی و احساس عدم خوشبختی ما توی زندگی فاصله بین داشته ها و خواسته هامونه. مثلا ما دیپلمیم، دلمون میخواد لیسانس داشته باشیم، چون نداریم ناراحتیم. برای همین تنها زمانی احساس خوشبختی میکنیم که فاصله بین این داشته و خواسته رو کمتر کنیم. اون وقته که ما میتونیم با احساس خوبی زندگی کنیم و تنها راهش متعهد بودن به قدمهایی که برمیداریم.
سلام خانم. خانم سلام. خانم من اصلا اشتباه کردم اومدم اینجا دارم با شما کار میکنم. من باید میرفتم امنیه مفتش میشدم. خانم هرچی بهش میگم نرو تو، خانم داره رو رادیو حرف میزنه، همجوری سرش انداخت پایین اومد. خانم میدونه من کار واجب دارم. ماجده برای آقای وقت دیگه بذار که من صحبت کنم، فعلا تو امروز همینجا کافیه، بعدش یه جلسات دیگه میذاریم که مفصل صحبت کنیم. خیلی ممنونم ماجده، ایشون رو راهنمایی کن. دوریشا چرمنده بیا بشین بشتا جان، وقت دیگه میذارم ان شاءالله. بابا مگه نمیبینی مراجعه دارم دارم با رادیو حرف میزنم؟ شما با رادیو حرف میزنی؟ خانم رادیو با آدم حرف میزنه؟ عجب حالا رفتی یا نه بشتا جان؟ دیدیش ای بابا، با تو هم بشتا جان شیری روبانی. الله شیرم خانم، رفتم. آره. خب چی شد؟ خانم رفتم به آدرسی که دادیم. خب دختر شرمنده هر چی که گفت درست گفت. آدرسو پیدا کردی؟ آدرسو پیدا کردم دقیق. شرمنده دختر هر چی که گفت درست گفت خانم. درست گفته؟ همه چی رو. خب پدر و مادرش رفتن سوئد با برادرش. اینا رو میدونم. اینا رو میدونم. یک، دوم، دختر خودش عاشق کشورش نرفته. میدونم. سه، خانم شوهر سابقش زنگ گرفته میدونی کجا رفته؟ رفته رشت داره زندگی میکنه. رشت. چهار، خانم دختره با خاله خانومش زندگی میکنه. اینا رو که همه رو میدونم. خب یه مهد کودک داره، مدرسه داره که مدرسه بزرگ مال خاله خانومه. تموم شد رفت. خاله آره. مدرسه داره. چون مدرسه کودک داره. مدرسه کودک. کودک مدرسه‌ای که مدرسه‌ای که کودک‌ها میرن توش. خیلی خوب. خانوم خانوم یه چیز دیگه. شرمنده اینو میگم و ببخشید. خانوم خاله خانوم هم بیوه است. شوهرش براش ارث گذاشته این هوا. نه این هوا ارث. خیلی خوب. اتاق توته و شفاف سازی هم اینجا. ای خانوم من نمیدونم امروز چه خبره ایجا، همینجوری همه میان تو. خواهی لازم هم نداریم بگید تا برم. این بانوی آبادانی هم نگر داشتیم دیگه. شلونک برا مرداست آقا لقمانیان. شلونک شکرنجزی باش. شکرنجز. سلام آقا. آقا حالا چه خوبه؟ اینجا اتاق جنگ آقا، جنگ. بله مشخص. بفرمایید آقا، ببرم بشینیم. همونجا که یه جای روان موانی هست، ما حالمون خوبه، همینجا میشینه. آخه چه خوب کردی مدی آقا. شما حالت خوبه؟ خیلی. بر وفق مراد؟ خیلی. بهاری؟ خیلی. برو بیرون. خیلی. چشم آقا. خیلی وقت بود اینجا نیومده بودم. اینجا دیگه آخر خط آقای لقمانیان، بین ما همه چی تموم شده. یه خیال نمیکردم امروز باز من سوژه بشم. اختیار دارین، شما همیشه سوژه این. ببین بهرام بانو، بین من و تو یه چیز هیچ وقت عوض نمیشه، اونم اینه که ما پدر مادر نیماییم. چی میگی؟ انگشترت کو. آره در آوردم، تو که خودت هیچ وقت دستت نمیکردی. مامان میشه غذاهای خوشمزه تو رو نخورد؟ خب تو پوچ چهار نمید از اولش هم تنگ بود. ببین گوش کن چی بهت میگم، ما در قبال آینده نیما مسئولیم. ما مسئولیم که براش چی پیش میاد. آره ما مسئول، ما مسئولیت داریم که نیما رو به همچین روزی برسونیم که ازدواج کنه. ازدواج کنه؟ با یه زن مطلقه؟ که ازش بزرگترم هست، که بچه هم داره؟ باش داری دعوا میکنی دیگه ها؟ نه نمیخواستم دعوا را بندازم، من فقط میخواستم بگم که بهم کمک کنی. من؟ خیلی وقت بود که همچین حرفی نزده بودی. اگه مسئله نیما نبود بازم از من نمیشنیدی. بله ببین آدرس اون خاله ها رو از آقا رجب بگیر، بلند شو برو مدرسه شون. اون خاله ها یه جوری سرپرستشه. این شیرینی رو ببر، برات خریدم که پول خرج نکنی. بلند میشی میری اونجا یه کاری میکنی که خاله نگار از صرافت ازدواج بندازه. شیرینی واسه خودمونم خریدی؟ ای رو تو برم. خب پاشو برو دیگه. مولان میشستم فعلا. ده برو بهرام. بشه خیلی عدادرنی قرص برای تجویز میکنم.
سلام خانم، خسته نباشید. سلام علیکم، خیلی ممنون. بخش اتاق خانم مدیر کجاست؟ سمت راست. خیلی ممنون. پادانه. سلام. سلام علیکم. خانم رضایی؟ بله بفرمایید بشینید. ببخشید. من لقمانیان هستم، پدر نیما. بله. خواستم چند لحظه مزاحمت بشم. بفرمایید. شیرینی درجه یک. بفرمایید، گوش میدم. بله. به افکار کوه. جمله از خودتونه؟ نه خیر. راستش اگه نگار خانوم هم کمالات و رفتارش به خالهش رفته باشه که ما توی مورد هم شانس آورده پسرمون، خدا رو شکر. نگفتین برای چی اینجا این آقای لقمانی هم؟ آمان همسرم مأموریت دادن که بیان موضوعی رو شما بگم. یعنی شون خواستن که کاری کنین نگار خانوم از این ازدواج منصرف بشه. راستش منم با این ازدواج مخالفم. جدی؟ خب از همه حله دیگه. شما وکیل چیزی هستین؟ بستگی داره موکلم کی باشه. چه شوخیم، شغل ما 180 درجه با وکالت فرق داره. من واسه مردم پاپوش درست میکنم. بله. پیر و جوون و زن و مرد و شهرام برام هم نداره. دمپایی من تو کار دمپایی. چه جالب. البته شما با این بیان شیوایی که دارین اگه وکیل میشدین وکیل فوق‌العاده‌ای میشدین. بیان شیوا؟ همسرم که میگه بیانم مثل تای خیار تلخه. البته خیلی ها هستن که ادبیات توی خونهشون با بیرونشون فرق میکنه. نه خانم، ما کل تاریخ ادبیات رو ریختیم تو دوری براش. حفاظه نکرد. شنیدم ما هم مشکل داریم، میخواین از هم جدا بشیم. کی گفته ما با هم مشکل داریم؟ کی گفته؟ خب دیگه به گوش آدم میرسه. یه تار موی همسرمو صد تا آدم نمیدونم. من به هر حال خدمت ایشون بفرمایید که منم با این ازدواج مخالفم، البته با دلایل خودم. شما مخالف؟ توی ایشون هم مخالف، شما هم مخالفین. خب هر کدوم دلایل رو داریم، به این نقطه مشترک میرسیم. همین که نقاطتون نزدیک به همه تمام بود. آقای لقمانیان یه سوالی از شما داشتم. اگر نگار دختر شما بود و نیما خواهرزاده من، شما بازم به همین نتیجه‌ای که الان رسیدین می‌رسیدین؟ من آمادگیشو ندارم. یعنی چی؟ من نمی‌فهمم چی شد که نظرت عوض شد؟ مگه ما قرارامونو نذاشته بودیم؟ قبلاً هم شک داشتم. اما دکتر روانشناسم همیشه به من اطمینانو می‌داد که دارم کار درستی می‌کنم. ولی الان اونم دیگه مطمئن نیست که این کار درسته. خب این که قصه نداره، با هم میریم پیشش، من اونجا بهش میگم که چقدر به شما علاقه دارم. اینجوری شکتم از بین میره. کاش میشد، اما اون به من گفته بعد برم پیش یه متخصص دیگه. گفته دیگه نمیتونه تو این موضوع به من کمکی بکنه. خب برو پیش یکی دیگه، چیزی که زیاد الان روانپزشک. من چطور میتونم این کارو بکنم؟ خانم دکتر آرامش دکتر من بهترین دکتره. 3 سال من دارم همه زندگیمو براش تعریف میکنم، حالا برم پیش کس دیگه ای که بگم بهتر از اونه؟ اصلا شدنی نیست برام. من بدبختم، من بدشانسم، من نمیفهمم تو این شهر به این درندشی عد باید بری سراغ مامان من آخه. دکتر آرامش مامان توه؟ آره. چرا بهم نگفته بودی؟ من چه میدونستم، من اصلا رو هم خبر نداشته تو میری پیش روانکاو. حالا دیگه هیچ فرقی نمیکنه. اصلا شاید اینطوری بهترم شد، تکلیفم با مامانت روشن شد، از تو خاطر همین دیگه نمیخواد منو ببینه. نامردیه، این نامردیه. نه خیر، اون حق داره، اون بهتر از منو تو میفهمه که این ازدواج آخر عاقبت نداره. کتاب خونده، تجربه داره، علمشو داره. آره کتاب خونده، تجربه داره، علمشو داره، روزی 10 تا مریض داره میبینه، هفته 2 ساعت داره مردم تو رادیو نصیحت هم میکنه و تو زندگی خودش مونده. بعد این همه سال داره از بابام جدا میشه، اونم الان که به هم احتیاج داره. اما درستی حرفاش که سر جاشه، دکتر بودنش که سر جاشه، شعورش که سر جاشه. تو چقدر زن فهمیده ای هستی نگاه. من فکر کنم با این حرفا الان از مادر من بیزار میشی. قبل از این که دکتر من باشه مامان توه، مامانی که شاید خودش خوشبخت نشده باشه اما آرزوی خوشبختی تو رو داره.
منم نمیتونم آرزوی مادر رو به هم بزنم. الان میفهمم چقدر انتخابم درست بوده. درستش میکنم. میخوای چیکار کنی؟ کاری که خیلی پیشتر از اینا باید میکردم. وقتشه که شب رفتم خونه واقعیت رو بهشون بگم. نگران نباش بانو، همه چی درست میشه. چیو نگران نباش؟ تو بیخیالی. بچه هم معلوم نیست کجاست. الان چه وقت جوجه کباب پختن آخه؟ یه زمانی واسه امر خیر بساط سور و سات را مینداختن، حالا واسه به هم زدن بساط عروسی. عجب روزگاری. اگه اصلا نیاد، اگه بلای سر خودش آورده باشه، من چه خاکی تو سرم کنم؟ اون موقعی که نگار مریضت بود باید باش صحبت میکردی، روانکاویش میکردی، اینجوری برات بد نمیشد، رأیشو میزدی دیگه. خواستم، شرافت کاریم اجازه نداد. ولی من این کارو تو نطفه خفه میکنم، حالا میبینی. چیکار میکنی؟ من تو نطفه خفش میکنم. تو نطفه خفه؟ بله. پسرت رفته خواستگاری کرده ازش، تو نطفه چجوری خفه میکنی؟ اون چیزی که تو میخوای تو نطفه خفه کنی و الان واسه خودش ریش و سیبیل درآورده. با خالش حرف زدم. خالش چجور آدمی بود؟ با وقار، با اخلاق، متین. خودش هم ناراضی بود، دلش خیلی پر بود. بعد گفت از کجا معلوم نگار اصلا جوابش بله باشه؟ چه حرفا، چه غلطا. خیلی بیجا کرده، پسره مثل دست گلم دارم تقدیمشون میکنم. حالا چی ناراضی بود؟ همین دیگه. دلیلشو دیگه نپرسیدم که. دلیلو زمانی میپرسی که بخوای باهاش مخالفت کنی، تغییرش بدی، یه کاری کنی. بعد یه جوری میپرسیدی دیگه. من وقتی مأموریت انجام شد گفتم تموم شد. نیما، مامان. بابا. نیما وایسا. بابا. نیما کارت دارم. نیما صبر کن. نیما میخوام باهات حرف بزنم. چیه؟ چرا دست از سر من بر نمیداری؟ تو الان هر کاری خواستین کردین. چی از جون من میخوای؟ چرا دست پیش میگیری که پس نیفتی؟ مگه شهر هرتی که حرفتو بزنی و هری بری؟ پسرم میخوام ببینم چه بلایی داری سر خودتو زندگیت میاری. زندگی؟ کدوم زندگی؟ مگه اختیار زندگیم دست خودمه؟ تا اینجاش حرف شما بوده، اینجا بعد دیگه نمیذارم. چرا میای پایین؟ من به نیش کشیدم تو رو بزرگت کردم. حالا که برای خودت آدم شدی، آقا شدی، دکتر شدی، حالا طلبکاری؟ باشه، حرف میزنیم. اما حرف میزنیم. من حرف میزنم، شما فقط گوش میدی. اما طاقتشو نداری حرف منو بشنوی. خانم دکتر آرامش، من همه این مدت به دروغ گفتم. من نمیتونم اونجوری که شما میخواین باشم. من یه دامپزشکم. من افتخار میکنم یه دامپزشکم. بس دیگه. اگه فکری با این چرندیاتت منو به هم میریزی که فراموش کنم ماجرای تو و نگار جون تو، سخت تر اشتباهی. این دروغ رو قبلا دخترم بهم گفته بود. دروغ؟ اتفاقا واسه اولین بار امشب میخوام راستشو بهتون بگم. هرشم مثل بو علی سینا با یه بغل کتاب پزشکی میام خونه که چی؟ که تصویر شاهزاده رویایی شما خراب نشه تو ذهنتون. بعد دیگه برام مهم نیست. دیگه هیچی واسه مهم نیست. از این بازی خسته شدم. میفهمی؟ خسته شدم از امن و نیاد، خسته شدم. یه عمر شعار دادی که چی؟ من که ما رو همونجوری که هستی قبول دارم. اصلا همچه چیزی نیست. ما داریم واله بود میکنیم به چیزی که هستیم. تو کسی رو قبول نداری. بذاری که بشینی واسه زندگی من، واسه ازدواج من نظر روانشناسانه بدی، برو فکر زندگی خودت داشت. سر پیری داری بابا جدا میشی. گوش کن بچه جون، آدم اینجوری با مادرش حرف نمیزنه. شاید من و مادرت اختلافی با هم داشته باشیم که تقصیر منه. ممکنه برام فرقی نکنه پزشکی باشه یا دامپزشکی یا با کی میخوای ازدواج کنی، ولی باید یاد بگیری به بزرگترت احترام بذاری. میری تو اتاقت، اگه تونستی خودتو کنترل کنی و حرمت بزرگتر، احترام به بزرگتر رو یاد بگیری چطور باید به مادرت احترام بذاری، از اتاقت میای بیرون. سرد نشه، تو عصبانیت بیشتر. تو این همه وقت میدونستی و هیچی به من نگفتی؟ خب آره، من نمیخواستم ناراحتت کنم، دلم نمیومد. این همه مدت بچه همی رشته دیگه خونده، من فکر میکردم پزشکه. خاخدام پزشکه، مزحکی خاص عام شدم. وای بانو، چه حرفیه میزنی؟ یادت اون از بچگی حیوانا رو دوست داشت؟ همین که سالمه کافیه دیگه، فرقی نمیکنه که دکتر آدما باشه یا حیوانا. آخه من اسم خودم رو گذاشتم روانشناس. روزی 100 تا آدم میبینم روانشون رو میکاوم. اون وقت زندگی خودم غافلم، از بچه‌ام، از شوهرم. خیلی داری دیگه سخت میگیری، چیزی نشده که.
این نگار از هر جایی که اومده خدا فرستادتش، مستقیم افتاده تو زندگی من که صندلی خیال از زیر پای من بکشه بیرون که یادم بیاد چقدر تنها. تو تنهایی؟ تو منو داری؟ پسرتو داری؟ چیز کنیم؟ میگم میایی به یاد قدیما صبح بریم کله پاچه. کله پاچه؟ به نام همه مهربانی و عشق و میخوای بگم مغز بزنه؟ نه بابا، مغز خوشمزه میشه. نه بابا بیا این نونه اینجوری بسترش هم دست شما درد نکن. آقا چقدر داشت؟ خیلی ممنون. چه بوی آشنایی داره. یاد اون موقع افتادم که اولین بار اومدیم اینجا ازت خواستگاری کردم. یادته؟ همه چی یادت رفته؟ من هیچی یادم نرفته. هنوز یادمه که چقدر برام عزیزی، با یه دنیا عوضت نمی کنم. یادمه تو هم میدونی نیمو منو قصه داده، میخوای کاری کنی که دق نکنم. به این برکت نه، این سوی تجلی قسم. نیما تازه منو به خودم آورده. یاد اون موقع افتادم که چقدر تقلا کردم با عروسی کنم منو تو به هم برسیم. خب وضعیت ما که اینطوری نبود، یه زن مطلقه با یه بچه نبودیم که. ما تحصیل کرده بودیم، با هم دوتا دانشجو بودیم. خب آره از نظر ما همه چی درست بود، ولی مامانم تا حد مرگ با این ازدواج مخالف بود. یه هفته اعتصاب غذا کرد، گفت اگه این دختره رو بگیری آب والدینت. هیچوقت به من هیچی نگفته بودی. مگه من چم بود که بخواد ناراحت بشه؟ تو چیزت نبود که، ایدالای مامان من یه چیز دیگه بود. یه دختر تحصیل کرده بره کار کنه که قرمه سبزی برای درست میکنه، میره کار میکنه، وقت داره قضا بپزه برای تو. ولی بالاخره با روی خوش اومد خواستگاری. اینقدر تقلا کردم، التماسش کردم، گریه کردم، تو کوچه میمد از سر کوچه تا دم خونه همینجوری سینه خیز دنبالش میومدم. بعد تو کوچه هم میخون سنسوسه بیش سویسو سنگزله، تمام همسایه فکر میکردم من دیوونه شدم. رفته بودم به مامانم گفته بودم تو کوچه را میریم یه سنسوسش بیرشه میخونه. مامانم دیگه به جایی رسیده بود که گفت دولا بیشتر نداریم دیگه، یا ببریمش تیمارستان یا اینکه زن بگیریم براش. برام زن گرفتن، خوشبخت شدم. حالا واقعا احساس خوشبختی میکنی؟ من خوشبختم. خوشبختی؟ اگه خوشبختی چرا مثل سرایدارا رفتی تو دفتر کارخونه زندگی میکنی؟ خب من ورشکست شده بودم، شرمنده بودم، روم نمیشه. فکر میکردم تو ازم بدت میاد، حالت به هم میخوره که ناتوانم. حالم ازت به هم میخوره؟ اگه حالم ازت به هم میخوره که اینجور چکاتو پاس نمیکردم که طلبکارا نیان سراغت. همین، همیشه میدونستم که یه همسفر خوبی برای زندگیم انتخاب کردم. حالا کو خانم جنت بیاد ببینه که تو اینقدر احساس خوشبختی میکنی؟ خدا بیاموز رفت دیگر، کاش بود میدید، زنمو میدید. ولی ما الان باید به فکر نیما باشیم. بچه‌مون چی؟ ما باید همه حواسمون به اون باشه. اون حمایت ما رو نمیخواد. میدونی اون چی میخواد؟ اون میخواد مستقل باشه. خودش گفته به؟ میفهمم. میخواد مستقل باشه؟ اون؟ ما دوتامون وابسته به تویم، پرپر تویم، بدون تو میمیریم. اون میخواد مستقل باشه؟ قوپی در کرده اینه، باباش نمیخواد کم بیاره. مستقل باشه؟ چجور مستقل باشه؟ تو نباشی ما میمیریم. ما تو زیر زد سب کن ببین چی میشه. فرانسوس هشویش هشویل اما فرانسوس ما گرز نداریم. حلقه ما دوباره دستان کرده. هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه، هنوزم با تو نشستن به همه دنیا میارزه، اما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره دیگه دیره، اما افسوس با نخواستن دلم آروم نمیگیره نمیگیره، اما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره دیگه دیره، اما افسوس
دلم آروم نمیگیره نمیگیره. بفهم چایی تو بخور. یعنی تو دیگه نمیخوای با من حرف بزنی؟ من فعلا دارم به موجودات زنده غذا میدم. یعنی ارزش اون موجود زنده از من زنده بیشتره؟ ما قبلا حرفامونو با هم زدیم. ما حرفامونو نزدیم. تو همش حرف خودتو داری میزنی. نیما نگاه کن، شهر به این بزرگی، دخترای خوب، خوشگل، با خانواده، تحصیل کرده، همسن و سال خودت، بدون مشکل، بدون بچه، برو سراغ یه دونه از اونا. خواهش میکنم ول کن منو. الان داری به من طعنه میزنی؟ نه، میخوام با واقعیت های زندگی آشنات کنم. پس میخوای بدونی واقعیت زندگی من چیه؟ واقعیت اینه که من به جز تو با کسی نمیتونم سر کنم. آره جمله قشنگیه، اینو قبلا هم شنیدم، ولی بعد از یه مدت فهمیدیم که با هم دیگه نمیتونیم سر کنیم. یعنی من با اون هیچ فرقی برات نداریم؟ چرا، اتفاقا خیلی با هم فرق داریم. چون تو یه مادر روانشناس داری، یه پدر کارخونه دار، یک عالمه دوست و آشنا و فامیل که همه نگران آینده و سعادتتن. یه وقت از مسیر خوشبختی خارج نشی. آفرین. نمیدونستم دست به مطلب کتاب حرف نداره. خیلی چیزای دیگه هم هست که نمیدونی. چون نمیخوای که بدونی. دیشب داشتم به زندگی آرزو فکر میکردم. اگه یه روز بیاد بگه مامان میخوام با یه آدمی ازدواج کنم که قبلا جدا شده، یه دونم بچه داره، چی کار میکنم واقعا؟ ها چی کار میکنی؟ اینقدر تو تا حبسش میکنم که عاشقی یادش بره، چون مثل مامان تو من یه مادرم. باشه نگاه، من میفهمم حس مادری دلیل و منطق و این حرف عالیش نیست، اما مامان من یه روانشناسه. من مطمئنم الان 100 برابر بیشتر از من و تو با خودش داره کلنجار میره. کلنجار میره که چی بشه؟ که به حس مادریش اعتماد کنه یا اصول روانشناسیش. ببین نگاه، من از تو هم بتونم دل بکنم، از آرزو نمیتونم. دل آدم ها شیشه بخار گرفته نیستش که یه چیزی روش بنویسی بعد با دست پاکش کنی. بچه بهم دل بسته، منم دوستش دارم. تو نمیدونی اینجا چه خبری که سلام خانم دکتر. نیما سلام. نگاه کن چه خوشبوه، بهترین گل واسه بهترین ماما. قاتو دوست نکن، بذارش تو آب خوش نشه. چقدر اخم کردی. اخ نکن دیگه، من اومدم معذرت خواهی کنم. میدونم بی‌انصافی کردم، کار درستی انجام ندادم. از دست من عصبانی ها. نگفتی من یه مادری دارم، یه پدری دارم که هنوز زندن، بهشون احترام بذارم، راجع به مسائل زندگی باشون حرف بزنم، راجع به ازدواج که اینقدر مهمه. راست میگی، من هیچوقت شجاعت اینو نداشتم که پای خواستم وایسم و حرفمو بزنم. بدون اینکه به شما بگم رفتم دامپزشکی خوندم به خاطر اینکه تاییدیه شما رو گرفته باشم. راجب نگارم همین بود، اصلا میترسیدم بیام به شما بگم
نمیتونستم بیام واقعیت رو بگم. ترسیدم مخالفت بکنیم. حالا چرا رفتی صیغه محرمیت خونده دیگه؟ اون یه همکار بود. من که نمیشناختمش. یه جوری باید بالاخره با اخلاقا و رویاتش آشنا میشدم. الان لابد اومدی این حرفا رو بزنی که من رو راضی کنی بلند شم برم خواستگاری خانم. مگه نگار چشه؟ هیچی واقعا هیچی. نگار یه دختر خوبیه، فقط برای ازدواج با تو مناسب نیست. پس همین الان بیایم راجبش حرف بزنیم. همین الان. چند ساله میشناسیمش؟ 3 سال. توی این مدت حرفی شنیدین یا کاری کرده که نشون دهنده رفتار غلطش تو زندگی باشه؟ نه، اون زندگی شخصی منظمی داره. مادر بدی برای دخترش بوده. انصافا چیزی براش کم نذاشته. راجب طلاقش مگه خود شما بهش نگفتین که به خاطر آرزو هم که شده میتونه جدا بشه، طلاق تنها راه حل زندگیشه؟ آره عزیزم، شوهر سابقش تعادل روحی درستی نداشت، کار خطرناکی میکرد، ممکن بود به نگار آرزو صدمه بزنه. بعد از اینکه جدا شد با کسی آشنا شد دوباره؟ نه، تو اولی بودی. پس دلیل مخالفت شما با ازدواج من و نگار چیه؟ تفاوت سنیتون. تفاوت سنی که خود شما بهش گفتین که اصلا معیار نیست، مهم تفاهمه. آره عزیزم، ولی من دوست دارم تو بچه داشته باشی، بچه‌ای که مال خودت باشه. تو الان کلت داغ عاشقی، نمیفهمی. 10 سال دیگه که از این خواب غفلت بیدار بشی، خودت میگی مامان تو که میفهمیدی چرا جلو ما نگرفتی، چرا مانع نشدی؟ یعنی شما فکر میکنی اگه من برم با دختر خاله ویدا یا اصلا هر کسی که شما بگی ازدواج کنم، خوشبختی تضمین شده است؟ نمیدونم، هیچ کس نمیتونه خوشبختی یه ازدواج رو تضمین کنه، اما میشه عاقلانه از چیزایی که اونو به خطر میندازه جلوگیری کرد. ببین نیما، این دیگه بچه بازی نیست، شوخی نیست، این یه زندگیه، مسئله مهمیه. آرزو و نگار دیگه نمیتونن یه شکست دیگه رو تحمل کنن. مامان نگام کن. مامان من دیگه بچه نیستم، پسر کوچولوی شما واسه خودش مردی شده. خواهش میکنم، من التماست میکنم، بهم اعتماد کن، بذار زن زندگیمو خودم انتخاب کنم. من نمیخوام خدایی نکرده بهت دروغ بگم یا مخفی کاری بکنم. از من چی میخوای پسرم؟ میخوای من چه کار کنم؟ شما نگاه رو از هر کسی دیگه بهتر میشناسی، از هر کسی که من میخوام باهاش ازدواج کنم بهتر میشناسی. اون الان به شما احتیاج داره، شما رو دوست داره، منم به شما احتیاج دارم. نگار، من روی این تخم مرغ یه دست و یه پا میبینم. میدونی یعنی چی؟ یعنی این که با دست پس میزنی، با پا پیش میکشی. پس بالاخره فردا میری خونشون یا نه؟ مامانش من از مطبش بیرون کرده، باباش هم اومده پیش شما گفته بگین دست از سر پسرم برداره. حالا من با پای خودم برم خونشون، درسته؟ عزیزم نیما به اونا دیر گفته، اونا که تقصیری ندارن. ببین چقدر التماس کرده تا قبول کردن. میدونم عصبانی هستی، میدونم بهت برخورده، ولی قبول کن که اونا خانوادهشن، میخوان ازش محافظت کنن. باورم نمیشه هنوز خانم دکتر آرامش مامان نیما باشه. کاش نبود، الان بیشتر از هر موقع احتیاج دارم باش مشورت کنم. الو جانم. سلام خانم احمدی، ممنون، شما خوب هستین؟ جان؟ بله ممنون، البته هنوز که نه، اتفاقی نیفتاده. بله آرزو نوشته بود، ولی ممنونم از شما، لطف کردین زنگ زدین.
باشه چشم، حتما باهاتون تماس میگیرم. خدا نگهدار. آرزو، خانم احمدی گفت یه انشای خوشگلی نوشتی، برو بیار ببینم. وای ماما، نمیدونی امشام بهترین بود، 20 گرفتم، از همه انشام بهتر بود. آفرین دختر خوشگلم، بخون ببینم اینه؟ آره. به نام خدا، موضوع پدر خود را توصیف کنید. پدر من یک دامپزشک مهربان است. او مردی سخت گوش است. او به همه حیوانهای مریض کمک میکنند. دامپزشکی کار سختی است، چون حیوانها زبان ندارن که بگو کجای بدنشان درد میکنن. پدر من خیلی من را دوست داره. بس دیگه بس، حالا همه انشا رو میخواد برای من بخونه. بودو برو تو مرغات رو رنگ کن، الان رنگات خوش میشن. خالی یه 20 دیگه بگیرم، یه کارت صدافر میمونم، بعد شما من برای من جایزه بخرید. قربونت برم، من که راه برا دارم برای تو جایزه میخرم. بودو برو دیگه، دو بار ایده. خاله آفرین، خیلی قشنگ نوشته بودی. خانم احمدی زنگ زده بود به من تبریک بگه. خوب به خاطر انشایی که آرزو نوشته گفت فکر کردم ازدواج کرد. ولی میگفت روحیش خیلی خوب شده آرزو. از تام لجبازی نکن، باشو فردا بریم اونجا. باشه، مرسی که هستی، قربونت برم. اینجور موقعا دلم واسه مامانم خیلی تنگ میشه. قربونت تو برم بچم، نگران نباش، همه چی درست میشه. من اینجا. منم هستم. تو هم بیا عزیز دل. لا 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 لا، بچم به خواب، خدای مهربون بیاد به خوابش. بفرمایید. اینم گل شبو، بکن ببین چه خوشبوه. آره واقعا شبوه. چیه؟ شبوه؟ نه منظورم اینه که خیلی خوشبوه. بله خوشبوه، گفتم برای مامانم بگیرم دیگه، دوست داره شبو. منم براش میگرفتم. چی شده بابا؟ نگرانم، دلشوره دارم، میترسم. میخوای من رانندگی کنم؟ نه 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 نه، باید تسلط داشته باشم. ببینم، تو مطمئنی کار درستیه که من دارم میام خونتون؟ آره بابا، چرا درست نباشه؟ مامانم خود شما رو دعوت کرده. والی جون ببخشی پشتم به شما سا. خواهش میکنم. بزن بریم، بزن بریم، منتظرم، اون چه خبره. بریم. خدای بامیده تو. این هم حرف چه میشه؟ بشمار ببین چند سینه. کم نباشه یه وقت. هشت شد. هشت سین که نمیشه که. خب چه هشت شد دیگه. حالا واسه چی تو میخندی؟ میگم این عروسیه چقدر جدیه. چقدر جدیه؟ خواب دیدی خیر باشه، دارن پا میشن میان اینجا. نه بابا. بچه‌شون چند سالشه؟ بچه‌شون 8 سالشه. بابا بزرگ شدی رفت. خب تو قسمت پر لیوانو باید ببینی. حالا قسمت پرش چی هست؟ بچه‌مون نه پول بیمارستان داد، نه شیر خشک، نه پوشک. ما هم که دوتا جوانیم، پدر بزرگ مادر بزرگ. قسمت پرش میدونی چیه؟ اینه که پدر مادرمون نیستن تو ببینن چه بلایی سرمون اومده. همین خوبه، فامیل کم داریم. اخ اخ اخ، اما دل رو بگو خدا بیامرز، اگه بوده چه آشون. همین وای وای. تو برو در با کن اومده. نه تو برو اففو بزن، برو در با کن. ببخش بابام شوخ درده یا یه حرکت هایی میکنم. سلام. سلام، خیلی خوش آمدی. سلام. سلام، خوش آمدی، خیلی محبت کردین، تشریف آوردین. سلام نگار. بیا بابا. Thank you.
همسرم آقای لقمانی هم. خوشبختم. مخلصی. خیلی خوش آمدیم. بفرم. بفرم. خیلی خوشحالم از اشتایتون. خیلی زحمت کشید. آخه ممنون. چه زحمت کشیده بفرم. برام شبو خریدی؟ ماما خیلی آقایی. ای شیطون. نفس باد سبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان خواهد شد. بهرام سب کنه سال تره میشه. داره میگه آغاز سال هزار مبارکه. مبارکه. چه من زحمت کشیدیم. از خاله پذیرایی خیلی زحمت کشیده بودی. نه عزیزم، خیلی عجیبیه، باورم نمیشه. باورت نمیشه که خانواده روانکاو اینجوری خلوچل باشن؟ نه خیلی خانواده خوبی هستیم. تا حالا اینقدر خوشحال نبودم. خوشحالم که خوشحالی. ممنونم برای همه چیزایی که بهم دادی. تو واقعا دختر خوبی هستی. نظر لطفتونه. نظر واقعیمه. تو واقعا دختر خوبی هستی. لیاقت بهترینا رو داری. من دکتر نیچه حسی دارم. نمیدونم، یه احساس عجیبیه. الان اینجا بودن، نیما، شما، وای، اصلا به نظر شما میتونم یه حسو ادامه بدم؟ نگار بیدار شو. تو دیگه الان با دکتر روانکاوت صحبت نمی‌کنی. من مادر شوهرتم. باشو چای رو ببر یخ گرد. از این به بعد هر وقت بخوای میتونی با هم صحبت کنیم. لازم نیست پول بدی. نه پولشو میدم. کسی که حیبون داره. آبشاره. این آبشاره کجاش آبشاره؟ واقعا که زندگی معلم بزرگیه. هیچ وقت از آموزش با آدم دست نمیکشه. حتی به منی که فکر میکردم همه چی میدونم درس بزرگی داد. بعد از سالها فهمیدم که پذیرش یعنی بودن با آنچه که هست. یعنی نخواهیم اطرافیانمون رو به دلخواه خودمون تغییر بدیم. خوشبختی واقعی اینه که آدم به اون چیزی که هست کامل باشه. هست هر آنچه که هست و زندگی بازتاب زیبای همین با هم بودن هاست. باید قدر این لحظه ها رو بدونم.